مشکلات زائران پاکستانی همچنان ادامه دارد. شیعیان مظلوم پاکستانی که با سختی‌های فراوانی و با وجود مشکلات مالی عازم زیارت عتبات عالیات شده بودند، به محض عبور از مرز ایران در شهر مرزی تفتان پاکستان توسط حکومت این کشور محبوس شدند. این زائران که در بین آنها بانوان و کودکان نیز حضور دارند، بیش از 16 روز است در شهر کوچک تفتان که فاقد امکانات اولیه رفاهی است گرفتار شدند و حکومت پاکستان به بهانه رعایت مسائل امنیتی به آنان اجازه خروج از این شهر را نمی‌دهد. گفتنی است شهر تفتان که در منطقه بیابانی بلوچستان قرار دارد تا کنون محل انواع حوادث تروریستی و شهادت صدها زائر شیعه توسط سنی‌های تندرو بوده که با توجه به بی سرپناه بودن این شیعیان مظلوم خطر حملات تروریستی نیز افزایش می‌یابد. پس از گذشت بیش از 16 روز بی توجهی حکومت پاکستان، زائران با تحصن در جاده اصلی مرزی این مسیر مواصلاتی را بستند و در انتظار اقدام جدی دولت پاکستان برای صدور مجوز خروج خود از شهر تفتان و برگشت به منازل خود هستند. علاوه بر این، نبود آب و غذا و همچنین گران بودن بیش از اندازه مایحتاج زوار که با اتمام منابع مالی آنها همراه شده مشکلات را بیشتر کرده است. متاسفانه با وجود تلاش‌های فراوان مجامع شیعی و علمای پاکستان، حکومت این کشور اقدامی جدی در خصوص تأمین امنیت و آسایش زائران عتبات عالیات انجام نداده است. پیش از این نیز در ایام اربعین حسینی گلایه‌های فراوانی از سوی زائران پاکستانی به گوش می‌رسید که ناشی از بی‌توجهی حکومت این کشور به حداقل حقوق شهروندی شیعیان پاکستان و کندی صدور ویزای ایران برای عبور از مرزهای این کشور بود.